با درود و احترام خدمت تک تک شما مخاطبین عزیز و گرامی و ارجمند، آریا هستم. برنامه‌ای که امشب ملاحظه خواهید کرد فقط نگاهی به تاریخ معاصر جهان نیست، بلکه مسائلی در اون مطرح میشه که هم مربوط به دوران مبارزه است و هم مربوط به خصوصا ایران فردا خواهد بود. ببینید، چپ بین‌الملل در بحث پروپاگاندا بسیار قدرتمند بوده و به عقیده من هنوز هم هست. اینها همیشه در زمینه پروپاگاندا اومدند، مشکلاتی رو در این دنیا مطرح کردند، روح انسانهای آرمانگرا رو قلقلک دادند و بعد برای حل اون مشکلات رویا فروختند، رویایی که تحقق اون به دست چپ ها صورت خواهد گرفت. ببینید، یک انیمیشنی رو الان میخوام با هم ببینیم که بسیار تاثیرگذار بود در زمان خودش، در دوران جنگ سرد. انیمیشن بسیار مشهوری است که اتحاد جماهیر شوروی در اون جنگ سرد بر علیه جهان مقابلش، جهان به اصطلاح کاپیتالیستی، ساخت. و بعد از اینکه این انیمیشن رو با هم دیدیم، من صحبت بسیاری با شما خواهم داشت. درباره همین انیمیشن هم به شما خواهم گفت که چپ ها چه مسائلی رو پنهان کردند. Старуха в одной стране жила. Богатая старуха внезапно умерла. Остался без хозяйки угрюм и одинок, такой же, как хозяйка, породистый бульдог. خب، یک زن ثروتمندی که یک سگی هم داشته در اثر حادثه تصادفی کشته میشه. Имела та старуха племянников родных, а также по закону наследников иных. وکیل خانواده میاد، وصیت‌نامه اون رو میخونه، همه وراث منتظر هستن که وصیت رو بشنون. بعد مشخص میشه که کل ثروتش رو به سگش بخشیده. ایمیل تا ستروخ سالیدنی کپیتال. Когда жди наследство, советный час настал. Наследники узнали к позору своему, что все, увы, досталось бульдогу одному. Адвокаты за это отвечать. Закон на завещание, есть подписи, печати. Покойница в конторе составила его. Она озолотит любимца своего. Зачем собаке деньги? Ходить в универмаг? Бывает разве деньги у кошек и собак? Но
стал миллионером, осиротевший пес. И стал еще курносей, его курносый нос. Квартира в самом центре, на 5-й авеню. Шеф-повар составляет на каждый день меню. На завтрак отбивные. Бифштексы на обед. На ужин фрикадельки, сардины и паштет. Он ездит на курорт. Здоровье бережет. По средам парикмахер под бокс его стрижет. Есть у бульдога вилла и новый кадиллак. И шитый у портного собачий черный фрак. Согласно завещанию, живет при нем слуга. Он ездит с ним на скачки, на гонки, на бега. Огни реклам над городом пылают, как пожар. Пес едет развлекаться. خب دقت کردید تا اینجا یک سگی که یه صاحبی داشته صرفاً بابت اون ثروتی که به دست آورده به این چمچین جایگاهی رسیده و البته از اینجا باید دقت کنید که به مسائل فرهنگی جهان لیبرالیسم هم چطوری اینا نگاه میکنند در این انیمیشن دقت کنید حالا جدا از اون بحثا به این مسئله هم دقت کنید که چه نگاهی دارند به مسائل حوزه اجتماعی در جهان لیبرالیسم. این انیمیشن در واقع ذاتشون مثل همون سگه نشون داده شده همشون در نهایت وقتی مست میشن به ذات خودشون برمیگردن و مثل همون سگه یعنی داستان ماجرای همه اینا هم همون بوده پلیس هم بهش با وجود اینکه مثلا کار غیر قانونی کرده بود و اینا مست دارین حالا داشت میچرخید پلیس هم بهش تمکین میکنه
или пьет. Знакомых собачонок уже не узнает. Он в клуб миллионеров записан как банкир. У них он научился рычать при слове «мир». خب حالا همه آزادی خواهان اومدن که جلو یک همچین وضع نابسامانی بیستند و کمونیسم ظهور کرده که زنجیرهای اسارت رو پاره کنه. Печатают газеты с бульдогом интервью. Бульдог в них излагает позицию свою, собачью точку зрения на космос, на прогресс. И вот уже он избран на выборах Конгресса. Он как сенатор стал, чего не может только наделать капитал. این انیمیشن مربوط به سال 1963 بود، اوایل دهه 60 میلادی. بسیار خوب، یک مشکلی در دنیا وجود داره به نام اختلاف طبقاتی و در مقابله با مسائلی مثل سرمایه‌داری و تسلط پول و این مسائل چه کاری باید انجام داد؟ کارگران جهان متحد شوید که بهشت رو بر روی زمین پیاده کنید. مسائلی رو که حضرات چپ پنهان کردند چندین مورد. من از همه شما هموطنان عزیز میخوام که با دقت به تمام این موارد توجه بفرمایید. مورد اول، مورد یک، باقی موارد هم بسیار مهمه، اما مورد یک، من کاری به تئوری ها ندارم، در عمل حضرات چپ وقتی به قدرت رسیدند در مقابل با یه سری مسائل و مشکلات چه جهانی به وجود آوردند. در کامبوج خمرهای سرخ به قدرت میرسند. طی 3 سال و چند ماه 1.5 تا 2 میلیون نفر رو با نام درست کردن بهشت روی زمین به کام مرگ فرستادند. بهشت بدون پول، بدون مالکیت خصوصی و بدون کلمه قبیح من. 20 تا 30% جمعیت کامبوج، دقت بفرمایید، یعنی چیزی در حدود 1/3 جمعیت کشور رو کشتند، به کام مرگ فرستادند. شهر پنومپن پایتخت به طور کامل تخلیه شد. چرا؟ چون شهرنشینی نمادی از بورژوازی بود و همه مجبور شدن برن در روستاها ساکن بشن. یک شهر رو به طور کل تخلیه کردن. در همون ساعت اولیه فقط سر قضیه تخلیه شهر بیش از 20,000 نفر رو کشتن. اموال همه، دارایی های همه هم ضبط شد، رسید به خمرهای سرخ. با عنوان مبارزه با مالکیت خصوصی برای اینکه همه مردم در شرایط برابری زندگی بکنند، بزرگترین بردهداری مدرن جهان به وجود اومد. مردم رو بردند در مزارع، مجبورشون کردند که از صبح تا شب در مزارع
مثل حیوان کار بکنند در ازای نه حقوق، نه منافع، نه هیچ چیزی که بخوام به دست بیارم، در ازای جای خواب در کمپ های گروهی، چون همه قرار بود مثل هم باشند، قرار بود هیچ گونه اختلافی نباشه و 100% برابری وجود داشته باشه، و در ازای غذا، غذایی که چه بود؟ برنج، اختیار دارید، اشتباه میکنید، آب برنج غذای اصلی بود، آب برنج و در بعضی جاها علف. عرض کردم نزدیک به 1/3، بین 1/4 تا 1/3 جمعیت کشور کشته شدند. بخش بسیار بزرگیش علاوه بر اعدام ها و تیرباران ها و اینا، بر اثر گشنگی بود، بر اثر قحطی بود، بر اثر نخوردن غذای کافی بود. شما اخیراً دیدید که مثلا در دنیای معاصر میاد مثلا میگن که نمیدونم حشرات رو هم میشه سرخ کرد و خورد و نمیدونم عنکبوت و روتیل و اینا هم، حالا این بحث هم هست دیگه، جای مختلف. میدونید اصلا از کجا وارد جهان شد؟ انقدر مشکل غذایی وجود داشت که در کامبوج به روتیل خوری مردم رو آوردن، و اگر کسی میتونست روتیل پیدا کنه که بخوره، این براش غذای لوکس به حساب میومد، چون که گفتم آب برنج و علف شده بود منبع تغذیه مردمی که قرار بود همه با هم برابر باشن. آیا مسئله فقط مربوط به مسائل اقتصادی میشد؟ آیا مسئله فقط در این حد بود که افراد مالکیت خصوصی نداشته باشند، همگی برن در کمپ های گروهی بخوابن، غذاشون هم بشه آب برنج که برای همه یکسان و برابر باشه؟ آیا فقط مسئله به این چیزها ختم شد؟ خیر، مفاهیمی مثل هنر، مثل عشق و اینها هم به عنوان نماد بورژوازی معرفی شد. اگر دقت کنید در انیمیشن به خوبی زاویه دید حضرات چپ رو نشون داد به بحث آزادی های اجتماعی، به لیبرالیسم در مسائل فرهنگی. در کامبوج نهاد خانواده، نهاد بورژوازی اعلام میشه، زنها رو از مردها، یعنی همسران رو از هم جدا میکنن. نه تنها زن رو میفرستند یک سمت کشور، مرد رو میفرستند یک سمت کشور، بلکه بچه ها رو هم از پدر و مادرها جدا کردن و بچه ها از 7 سالگی برده میشن به مراکزی که قراره در اون مراکز به عنوان یک کمونیست معتقد پرورش داده بشن، تحت نظر آموزگارانی که خودشون یه سری جوونه نمیدونم 15-20 ساله بسیج گروهی خمرها بودن. مفاهیمی مثل هنر که دیگه بماند، اصلا کاملا چیز بورژوازی است. آیا در بهشت برابری کامبوج فقط سرمایه‌داران باید سرکوب می‌شدند و فقط بحث مبارزه با سرمایه‌داران بود؟ خیر، هر کسی که متخصص یا تکنوکرات هم بوده به عنوان دشمن خلق معرفی شد. در جهان برابری معنی نداره یه نفری رفته باشه، زحمت کشته باشه، یک تخصصی به دست آورده باشه، تکنوکرات باشه، به یه چیزی در زندگی رسیده باشه. اصولاً هر کسی که تکنوکرات یا متخصص بوده به عنوان دشمن خلق باش برخورد شد و بسیاری از اینها رو در جا صرفاً بابت داشتن تخصص به جوخه مرگ فرستادن. من یه سری مسائل دیگر میخوام مطرح کنم درباره چند تا کشور دیگه، و البته مورد دومی که میخوام بگم بعد از تموم شدن کل ماجرای مورد اول بسیار مسئله مهمیه، شاید مهمتر از مورد اولم هست، حتما به تماشا بنشینید. اما قبل از اون این بحث کامبوج رو به عنوان مثال میخوام ببندم، یکم حال و هواتون هم عوض شه، بد نیستش که یه چند دقیقه از ویدیویی رو که یک زوج ایرانی جهانگرد در کانال یوتیوبشون منتشر کردن درباره نسل‌کشی که در کامبوج انجام شده رو با هم ببینیم.
این هموطنان ما نه سیاسی بودند و هستن نه خواهند بوده که زوج جهانگردن، ولاگ میسازن در کشورهای مختلف که میرن و اصلا بحث دیگه پروپاگاندای این و اون نیست. اینا رفتن موزه نسل‌کشی در کامبوج و خیلی چیزها رو از نزدیک دیدن. بعد نیست که این چند دقیقه رو با هم به تماشا بشینیم، هم جذاب دیدنیه هم ببینید که بهشت برابری حضرات در چه سطحی تحسین برانگیز بوده. کانال یوتیوب این عزیزان رو من هم در دیسکریپشن هم در اولین کامنت قرار میدم. کسانی که علاقمندن به ولاگ و مسائل جهانگردی و اینا میتونن برنامه های این زوج ایرانی عزیز رو به تماشا بنشینن. ببینیم با هم چند دقیقه رو باز میگردیم. رسیدیم به اولین مقصدمون در پایتخت کامبوج، موزه جنوساید یا نسل کشی. مخصوص آدم های مهمتر بوده، چون گفتیم که اینجا خیلی 20,000 نفر یهو با هم دیگه بیاوردن تو این زندان، ولی آدم های خیلی مهمتر رو بیاوردن اینجا ها تو این اتاق ها و حسابی شکنجه میدادن. بعد یه سری عکس خیلی دلخراش هست توی دیواراش که نشون میده روی این کف کسی که پیدا شده به چه شکلی پیدا شده. این برای همین دستشویی زندانیا بوده. بعد دیگه از اون بالشه میفهمیم که چه اتفاقایی افتاده دیگه. بالشه رو گفت برداشتن که حفظش کنم، ولی نگاهی همچین شکلی بالشه میشده، یعنی در اصل یه عکس هم اونجا هست که ترجمه دارم نشونتون نه از دور نشون بده، ولی خیلی زور نکنش خیلی در فرشه. این ساختمون کلاً این محوطه قبل از اینکه زندان بشه دبیرستان بوده و این ساختاری که اینجا می‌بینین جایی بوده که بچه‌ها می‌تونستن بیان اینجا ژیمناستیک کار کنن و بعد از اینکه اینجا زندان تبدیل شده از این ساختار به عنوان یکی از وسایل شکنجه استفاده می‌شده. این کوزه هایی هم که می‌بینین کلاشونو کرده بودن داخلش، کوزه هایی بوده که داخلشون مدفوع انسان ها بوده، مدفوع استفاده میکردن میریختن این تو و یکی از قسمت های شکنجه بوده که کله این زندانی ها رو بکنن داخل این. اینا اولیه ای هستن که کلن طرح انقلاب رو برنامه ریزی میکنن، ولی کمتر از 3 سال بعد از پیروزی انقلابشون 3/4 اینا کشته شدن، یعنی خودشون به خاطر اختلاف های داخلیشون می اومدن تو همین زندان شکنجه می شدن و تهش کشته می شدن. اینجا نشون میده که سربازای خمرروج داشتن وارد پنامپن می شدن سال 75. اینا شروع می کنن همه رو آواره کردن به این شکل. همه اهالی فنومپن که پایتخت بوده رو میفرستن توی مناطق روستایی و میگن اصلا کلن کانسپت شهر، کلن با کانسپت شهر و تکنولوژی اینا مخالف بودن، میخواستن همه رو بفرستن توی روستاها زندگی کنن که هیچ اختلافی بین آدم ها وجود نداشته باشه. و اینجا نشون داره آوارگی آدم ها رو نشون میده. اینجا عکس یه سری از آدم های فرهیخته، استاد دانشگاه ها، پزشکایی که کشته شدن به خاطر اینکه علم و دانش داشتن و اینا ازشون میترسیدن. این یه زن و شوهر بودن، جفتشون استادای دیستینگویشت پروفسور دانشکده مدیکال بودن، دانشکده علوم پزشکی بودن و جفتشون اعدام میشن. این هم بوده یه لویر بوده، وکیل بوده، یکی شوهر و زنش مهندس بوده و دیگه بچه هاشو حتی گرفتن. هر 6 تا بچه رو میکشن که نکنه یه وقت اینا بزرگشن بخوان انتقام بگیرن. این سیم کاردارایی که میبینین اینا اوریجیناله، حتی اون ساختمونای دیگه هم داشته ولی دیگه الان برداشتن برای موزه، این یکی رو گذاشتن همین شکلی بمونه که ما بتونیم ببینیم. اینا رو زده بودن که زندانیا نتونن بیان خودشونو پرت کنن پایین، اون بالاترا هم هست پر سیم کارداره. به خاطر اینکه یه سری از زندانی‌ها به خاطر شکنجه زیاد فقط می‌خواستن خودشونو خلاص کنن و می‌رفتن از این بالا می‌پریدن پایین خودکشی کنن. کلاً به هر نحوی که شده بوده به بدترین شکلی که الان توصیف کرده واقعاً نمی‌خوام باز می‌کنم، سعی می‌کردن خودشونو خلاص کنن.
این اتاقا که قبلا کلاس مدرسه بوده زمانی که اینجا رو میکنن زندان، نگاه آجر میزنن سکشن بندیش میکنن که تبدیلش کنن به زندان. هر یه نفر توی یکی از این سلولا نگهداری میشده، بعضی وقتا حتی دو سه نفر رو با هم میچپوندن توی یه دونه سلول. چقدر وحشتناکه. یکی از کسایی که از این زندان جون سالم به در برده مکانیک بوده و چون میتونستن ازش استفاده بکنن نکشتنش، ولی خب توضیح میداده که توی یکی از همین سلولا زندگی میکرده، نگرش داشته بودن دقیقا تو این یکی. آره دقیقا تو همین یکی نگرش داشته بودن و وقتی که آب یا غذا بهش میدادن و اگه میافتاد میریخ یکم از اون آب یا غذا روی زمین، مجبورش میکردن که زمین رو لیس بزنه و همچنین همیشه بعد به سمت زمین میخوابیدن زندانی ها، چون بهشون دوتون به پاهاشون زنجیر بست بوده و وقتی که میشنیدن که اینا برعکس شدن، یعنی یک کم صدای زنجیر میومده، میومدن همچه اینا رو میزدن که نکنه اینا مثلا درست بتونن بخوابن. ترشه که قسمت حبس گروهی بوده. اینجا طبقه سومشه و اینجا بوده که دیگه همه رو گروهی میریختن توی یه دونه سلول وقتی تازه میآوردنشون اینجا. این سالن‌های بزرگ رو میتونید ببینید. تمام اینجاها هم از این سیم‌فاردارا زدن که کسی نتونه خودش رو پرت کنه پایین. این یه مثال نامه دادگاهیه که یکی از کسایی که محاکمه کرده بودن و نامه دادگاهیش عکسش کشیده، ولی نکته که راجع به این جالبه، شعار این حکومت رو بالای نامه دادگاهیش می نوشته و شعار چنین حکومت وحشی این بوده. به چیز ببین چه کلمات زیبایی، با همین کلمات زیبا مردم رو گول زدن که تونستن قدرت رو بگیرن. استقلال، صلح، بی‌طرفی، دوباره یه چیز استقلال با یه مفهوم قوی تر، دموکراسی و استانداردهای زندگی بسیار بالا. به آدم ها گفتن که ما میایم اینا رو براتون میاریم و همیشه هم شعارشون همین بوده و همیشه هم میگفتن که اون کسایی که میخوان جلوی این دنیای رویایی ما رو بگیرن میکشیمشون. اینجا یه سری ابزار شکنجهشون رو نشون داده با عکسایی که نشون میده چجوری از این ابزار استفاده میکردن. این نقاشی های شکنجه که توی این اتاقا میبینیم توسط یه هنرمند کشیده شدن به اسم اینجا ونات. یه نفر بوده که خودش توی همین زندانه بوده و جز معدود آدمایی بوده که جون سالم به در برده و بعدش که اومده بیرون این نقاشی ها رو کشیده که داخل این موزه قرار گرفته. حالا تو این اتاق توضیح داد که خیلی از آدمایی که تو این زندان بودن همینجا کشته نمی‌شدن. اینا اینجا شکنجه پیدا می‌کردن ولی اکثرشون رو می‌بردن تو نقاط دیگه کشور و بیش از 300 تا از این نقاط کشت و کشتار وجود داشته توی کشور. یکیش به عنوان مثال اینو که تو این عکس می‌بینیم تو شمال غرب کشور بوده و زندانی ها رو گروه گروه می آوردن اینجا لبه یه پرتگاهی می کشنشون و بعد پرتشون می کردن توی همین گودالا. و حالا الان یه سری از این اسکلت هایی که توی این گودالا پیدا کردن رو جمع کردن آوردن گذاشتن توی این موزه. نگاهی کنیم به بهشت برابری در چین. وقتی که ماو انقلاب سرخ رو به پا کرد، در راستای مبارزه با مالکیت خصوصی و اختلاف طبقاتی و این صحبت ها و در بهشت برابری آقای ماو، بین 40 تا 70 میلیون چینی تنها بر اثر قحطی و عوارض ناشی از نظم جدید کشته شدند. حالا خیلی هاشون هم که به جوخه اعدام سپرده شدن، بقیه هم بر اثر مسائلی که عرض کردم کشته شدن. 40 تا 70 میلیون چینی. و باز هم مسئله فقط مسئله اقتصادی نبود. اساتید دانشگاه و متخصصین نماد بورژوازی بودند. هنرمندان، پیانیست ها، کسانی که آثار هنری تولید می کردند نماد
بورژوازی بودند. هر گونه دلبستگی به تاریخ چین که تاریخ و تمدن کهنی داره بالاخره، اون هم نمادی از بورژوازی به حساب می اومد و برای برقراری هرچه بهتر بهشت برابری حضرات در چین هم انقلاب فرهنگی صورت گرفت. اساتید دانشگاه، متخصصین و تکنوکرات ها رو می آوردن توسط یک مش جوجه جغلهی که بسیج حامی ما بودند در خیابان آزار می دادند، توهین می کردند بهشون، شکنجهشون می کردند و بسیاریشون رو هم به جوخه اعدام سپردند. انگشت دست پیانیست های مشهور چین رو صرفاً بابت اینکه هنر از نظر حضرات مفهومی بورژوازی بود شکستند. هر گونه صحبت یا اشاره به تاریخ چین مبارزه با خلق اعلام شد و چین ساعت صفرش از لحظه‌ای اعلام میشه که بهشت برابری در اون مستقر میشه. اتحاد جماهیر شوروی رو بخوایم بهش نگاه کنیم، با وجود اینکه بالاخره روسیه یک پیشینه‌ای داشته که یک حالت اروپایی داشته، یک مدنیتی داشته که پیشرفته تر بوده از مثال‌هایی که آوردم، اما در همونجا هم وقتی بهشت برابری حضرات مستقر میشه، ده ها میلیون روس تنها ته طرح مزارع اشتراکی جان خودشون رو از دست میدن و بر اثر قحطی کشته میشن. علاوه بر دیگه اون واقعا سیستم مشت آهنینی که استالین به پا کرد و یکی از بزرگترین دوران وحشت و کشتار رو در تاریخ جهان در سرزمینی که بر اون حکومت میکرد به وجود آورد. کتاب ظهور و سقوط امپراتوری اتحاد جماهیر شوروی رو پیشنهاد میکنم حتما بخونید. یه ماجرای جالبی رو در اون توضیح داد که یه طرحی گذاشته بودن برای اینکه افراد بیان در یک مثلا امتحانی، در یک آزمون چیزی شرکت کنن که ببینن یک کسی یک میزان خاص از زمین رو چجوری میتونه به بهترین بهره برداری برسونه، چجوری میتونه بر اثر تجارب و تخصصش کاری بکنه که این مثلا متر از زمین بتونه بهترین محصول رو بده، بیشترین محصول رو بده. خب میاد این مسابقه انجام میشه، برنده کسی که میبره و بهترین طرح رو ارائه میده، بابت اینکه میتونه دشمن خلق بشه بلافاصله به گولاگ فرستاده میشه و در اونجا کشته میشه و طرحش رو برمیدارن، سعی میکنن در جاهای دیگه اجرا کنن، منتها خب چون تخصص رو اون داشته و اینها نداشتن طرح هم به گند میکشن. وضعیت اقتصادی در اتحاد جماهیر شوروی حتی در سالهای آخرش، در دهه‌های آخر حکومت شوروی به جایی میرسه که صفهای چند هزار متری برای دریافت جیره های غذایی مثلا چند گرم سوسیس یا مثلا یک کیلو سیب زمینی در اون زمستون های سرد روسیه ایجاد میشه. مردم باید چند ساعت بعضا در صف می ایستادند که تنها به جیره سیب زمینی و مقداری سوسیسشون برسن. حالا به کهنه 57 های کهنه کمونیست و مارکسیست کاری ندارم، اینجا یه صحبتی هم خواهم داشت در موردشون، اما خیلی برام بامزه است که الان ببینم مثلا یه تعدادی جوجه دخترک و جوجه پسرک مثلا حزب کمونیست کارگری نشستن در جهان سرمایه‌داری کاپیتالیستی غرب و دوران مثلا در مناظره ها دفاع میکنند از وضعیت اقتصادی دوران شوروی. من برعکس شما جوجه پسرکان و جوجه دخترکان بابت مسائل تحصیلیم و کاریم مدتی در جایی که سابقه حکومت های کمونیستی داشته زندگی کرده بودم.
من با وجود اینکه در جایی که مثلا 20 سال 30 سال بود اون دیوار آهن کمونیست فرو باشیده بود، ولی با مردم صحبت کردم، واقعیت جامعه رو لمس کردم و خاطراتشون رو، مسائلی رو که عنوان میکنن که برای مثلا یک مقدار محدودی غذا که برای خانوادم کافی نبوده باید در مثلا سرمای منفی 30 درجه مثلا 3 ساعت در صف میستادن، آخرشم آیا بهشون جیره بخواد برسه یا نرسه. به عنوان مثال خیلی مسائل گسترده است. واقعا در برای من این جوجه ها جالبن. حالا اون کنه 50 هفته ها که داستان دیگه ای دارن. و جالبه آقای شجریان یک بار داشت خاطره ای رو تعریف میکرد. سفری رفته بودید به شوروی اون زمان و مسکویشون رو دیدید. بله. از اون دیدارتون بگید. خب اونجا دیدمشو بعد در 12 سال دیدم سیاوش. خب خیلی خاطر انگیز رو دارم که دیدمشو اینها. ولی شب دیدم که خیلی سیاوش سیاوش همیشگی نیست. اون سیاوش که پر جنب جوش بود و پر انگیزه و صحبت میکرد و حرف قشنگ میزد و اینها اصلا نیست. خیلی فرو رفته تو خودش. خیلی اتفاقی دیدم سیاوش برگشت من گفت که شجریان خوب گوشاتو بکن ببین چی بهت میگه. هر چی که بهت میگم عینش میره به سایه و به بچه ها میگه. گفتم خب چیه بود. تست کردم که میخواد گریه کنه قد نارد که ریزی زم که شروع که صحبت کردم دیدم که چشاش پر اش شد و همونطور. بعد گفت فلپ هجریان برو به سایه و به بچه ها بگو این فلان فلان شده ها به همه ما دروغ گفتن، همه ما رو فریب دادن، هیچی در بساطشون نیست، آه در بساط ندارن و ما فریب خوردیم. من نراه پس سر نراه پیش اینجا گیر افتادیم. شما دنبال ما نیاین. اینا اینجوره. گفتم آقا سیاوش من چجور بگم؟ گفت برو بگو سایه. برو بگو من میخوام وجدانم آرام باشه. بعدم سایه دیدم گفتم که من پیامی دارم از سیاوش. گفت ها چیه؟ گفتم اینه پیامش. که سایه اصلا خوشش نیامد، خیلی رفت تو هم رفت سایه، اصلا فرو ریخت. اما آیا در اتحاد جماهیر شوروی هم مسئله فقط مسائل اقتصادی بود؟ نه خیر، آزادی های اجتماعی به مفهوم لیبرالیسم غربی هم نماد بورژوازی بود و تحت عنوان فرهنگ مهاجم غربی باهاش به شدت برخورد میشد. علاوه بر این که مثلا در سبک موسیقی، موسیقی نمیدونم متال، موسیقی راک، موسیقی اینا ممنوع بود به طور کل و نماد تهاجم فرهنگی غرب بود، بلکه حتی در بحث آزادی های فردی هم اینا در شیوه زندگی انسان ها دخالت میکردن. من بارها یه صحنه رو براتون پخش کردم دیگه، صحبت من هم نیست، فیلم مال زمان شورویه، فیلم مسکو به عشقا باور ندارم. در این فیلم نشون داده میشه که یه پسری دست میندازه روی گردن یه دختری گشت ارشاد کمونیست ها که معتقد بودن که باید جامعه آرمانی بر اساس اخلاقیات مورد نظر لنین بسازن، میاد بازداشتشون میکنه که چرا دست انداختی رو تو خیابون رو گردن یه دختر. Что потом за 1000 рублей в месяц на заводе вколоть? Нет, это не жизнь. Ну, это Тони не жизнь, и у меня не жизнь. Ну, что тогда жизнь-то? Прекратите обниматься. Вы что, забыли, что находится в общественном месте? И на ухо какая-то скучная. Ну, что тогда жизнь-то? Прекратите обниматься. Вы что, забыли, что находится в общественном месте? И на ухо какая-то скучная. Ну, что тогда жизнь-то? Прекратите обниматься. Вы что, забыли, что находится в общественном месте? И на ухо какая-то скучная. Говорим, что чанд море дромихан. در مورد صحبت کنم بعد از پخش انیمیشن. مورد اول که جهانی بود که اینا به وجود آورده بودن دیگه، بهشت برابری بود که آفریده بودن. اما مورد دوم و مسئله مهمتر و مسئله بسیار مهمتر، حالا اینا رفتن یک بهشت برابری ساختن که در اون همه مردم بدبخت گرفتار نان شب
و اون وضعیت فجی از نظر فرهنگی هم که به اون صورت محدود شده و مشکلات آنچنانی. حالا آیا واقعا همه جامعه به صورت برابر در این بدبختی سهیم بودند؟ آها، اینجا داستان فرق میکنه. به قول جورج اورول فقید، همه حیوانات با هم برابرند، برخی برابرتر. هیچ کدوم این مشکلات، هیچ کدوم این مسائل به هیچ عنوان دامنگیر اعضای احزاب کمونیست نباید میشد. هیچ کدوم این سختی ها رو خود اونها نباید میکشیدند. اونها برابرتر بودند در جهان برابر. آقای پلپوت، رهبر خمرهای سرخ و رفقای سرخش، نه تنها مثل سایر مردم غذاشون آب برنج و علف نبود، بلکه اگر از صبح تا شب چند وعده آموک میل نمی کردند خوابشون نمی برد. آموک چه بود؟ یک غذای لاکچری کامبوجی، مخلوطی از ماهی و گوشت گاو و گوشت خوک و تخم مرغ و سبزیجات و غیره، که غذای محبوب آقای پلپوت بود. از طرف دیگه، در کشوری که در اون عشق به عنوان بورژوازی عنوان شده بود و خانواده ها رو جدا کردن، فرزندان رو به اردوگاه های آموزشی فرستادن، زن رو یه ور کشور، مرد رو یه ور کشور فرستادن، آقای پلپوت واسه خود و معشوقه هاش داشت لذت می برد و حتی در سن نمیدونم 60-70 سالگیش، در همچین سنایی، دستور میده به اعضای بسیج خمرهای سرخ که برن زیباترین دختر کامبوج رو پیدا کنن، میرن یه دختر 18 ساله رو برمیدارن، به اتاق خواب آقا میفرستن تحت عنوان اینکه همسر جدیدی میخواد اختیار کنه علاوه بر معشوقه هاش. حضرات بلشویک سرخ شوروی، آقای استالین تشریف میبرن در کاخ کرملین مستقر میشن. اگر هر شب بهترین کنیاک ارمنی رو میل نمی کردن، اگر بهترین شراب گرجی رو نمی نوشیدن، اگر از بهترین زندگی برخوردار نبودند، خوابشون نمی برد. در زمانی که در چین نزدیک به 70 میلیون چینی کشته شدند که بخش گسترده از این بر اثر قحطی بود، ماو در جمله‌ای که دنگ شاپنگ از او یاد کرده برگشته، گفته مشکل اصلی من این هست که بیش از حد میخورم و بیش از حد دفع میکنم. ببینید، در بهشت برابری چپ، نه تنها اختلاف طبقاتی از بین نرفت و نخواهد رفت، بلکه در جهان سرمایه‌داری سالم افراد بر اساس تحصیلی که میکنن، بر اساس زحمتی که میکشن، بر اساس درسی که میخونن، بعضن هم وضعیت خانوادگی و پیشینه هم که دارن میتونه در این زمینه موثر باشه، میان و پیشرفت میکنن، به پول میرسن، به امکانات بالاتر میرسن، به بهترین زندگی ها میرسن. در جهان بهشت برابری سرخ، اختلاف طبقاتی نه تنها از بین نرفت، بلکه به جای اینکه یک فردی بر اساس تخصصش، بر اساس لیاقتش به جایگاهی برسه، صرفاً بابت تعهدش به سرخا، صرفاً بابت انقلابی بودنش، صرفاً بابت وابستگی سیاسیش به گروه حاکم، نسبت به بقیه برابرتر میشد و از همه امکانات میتونست استفاده بکنه. هرچی لاشخور، هرچی عرازل و باش، هرچی بیسواد، هرچی دوزاری، هرچی آدم فروش، هرچی جنایتکار، هرچی واقعا به معنی خود کلمه عرازل و باش، که میزان وفاداریش رو به هیئت حاکمه و حزب کمونیست بیشتر نشون میداد، اون به زندگی مرفه‌تری میرسید. در واقع
نه تنها اختلاف طبقاتی از بین نرفت، بلکه بدترین شکل اختلاف طبقاتی در جامعه به وجود اومد. مردم جامعه بدبخت، کسی امکان رشد نداشت، کسی امکان پیشرفت نداشت، مگر اینکه لاشخوری باشه که بیشترین وفاداری رو به حزب کمونیست اعلام کرده باشه و از اون طریق به پول و زندگی بهتر و زندگی لاکچری و امکانات مناسب و همه اینها دست پیدا کنه. این ماجرای جهان برابری حضرات. و من پیشنهاد میکنم اگر کتاب جورج اورول فقید رو نخوندید، مزرعه حیوانات رو حتما بخونید. ببینید فوق العاده زیبا نشون داده در اون کتاب که خوک ها که نمادی از هیئت مثلا بلشویک ها و احزاب کمونیست در هر جامعه هستند، چطوری بعد از مدت میان خودشون رو از بقیه حیوانات جدا میدونند، در صورتی که با شعار برابری همه حیوانات به روی کار اومده بودند و اعلام میکنند که ما برابرتر از بقیه ایم و به همه امکانات عالی زندگی میرسند و پوست بقیه حیوانات رو میکنند، بقیه حیواناتی که در بدترین شرایط زندگی میکردند. ببینید در جهان سرمایه‌داری وقتی یک فردی میاد یک کارگاه صنعتی، یک کارخونه صنعتی رو به وجود میاره، حالا بر اثر تحصیلاتش، بر اثر لیاقتش یا اصلا بر اثر سرمایه‌ای که بهش رسیده، به هر دلیلی میاد یک کارگاه و کارخونه صنعتی رو به وجود میاره، اون رو به عنوان برند خودش میدونه، براش تلاش میکنه، براش کوشش میکنه و همه زحمتش رو میکشه که اون به بهترین وضعی پیش بره، هم وضع خودش بهتر بشه، هم وضع کارگرانی که اونجا کار میکنن بهبود پیدا کنه. وقتی در جهان سرخ اومدن تمام اینها رو دولتی کردن، فقط بر اساس رانت، که اون رانت هم بر اساس ضوابط و روابط و میزان پاچه‌خواری برای کمونیست ها بوده ایجاد میشد، یه فردی می اومد یه دوره مثلا رئیس فلان کارخونه می شد، رئیس فلان صنعت می شد و اینا، و بار خودش و خانوادهش رو می بست، براش هم فرقی نمی کرد که اون صنعت چجوری پیش بره و بقیه کسانی هم که زیر دستشن آیا راضین آیا نیستن و تمام اینها. ببینید ما نمی خواد راه دوری بریم. من مطمئنم وقتی که اون انیمیشن رو هموطنان دیدن در اول برنامه به یاد آقازاده های جمهوری اسلامی افتادن. خب این وضعیت جمهوری اسلامی هم مشابه کشورهای سرخیست که عنوان کردم. درسته که در جمهوری اسلامی به معنی خود کلمه اقتصاد کمونیستی حاکم نیست، درسته که ما چیزی به عنوان مثلا مالکیت خصوصی رو به رسمیت میشناسیم، درسته که تمام این مسائل، درسته که به نوعی از جهان سرمایه‌داری است، اما یه شباهت‌های زیادی هم به وضعیت حاکم شدن سرخا داره. شباهت‌هاش در کجاست؟ اولا اینکه شورشی هم که انجام شد، مگر از یاد بردیم که خمینی چه شعارهایی میداد؟ اسلام پابرهنگان است، نمیدونم مستضعفین قراره به روی کار بیان، آب و برق رو میخوایم مجانی کنیم، اتوبوس رو میخوایم مجانی کنیم و اینها، و هر کسی که سرمایه‌دار بوده در زمان پادشاه اینا این طاغوتیه و نمیدونم اینا، از این تیپ شعارها که واقعا هم برگرفته از اون جریان چپی که همراه ارتجاع سیاه بود در اومده بود این شعارها. در جمهوری اسلامی هم وقتی نگاه میکنید پس و شورش 57 اومدند، هر کسی که تکنوکرات بود، هر کسی که تخصص داشت، هر کسی که لیاقتی داشت، هر کسی که سرمایه‌ای داشت و داشت در راه درست هم ازش استفاده میکرد رو یا کشتند یا از کشور فراری دادند، یه طاغوتی هم چسبوندن بهش و اموالش هم مصادره کردند و سپردن به بنیاد مستضعفان. بعد کسانی رو بر اون صنایع نشوندند که جزو بی سوادترین اراذل و باش دزد غارتگر بودند، که تنها تعهدشون رو به
اعضای حاکم به فرقه حاکم به اثبات رسونده بودن و زدن نابود کردن صنعت خصوصی ایران رو و یک اولیگارشی تشکیل دادن از یک سری افراد خاص که به درستی فرقه تبهکار نامیده میشه و افتادن به جان مملکت برای چپاولش. این دقیقا تکرار ماجرایی است که مثلا در کشورهای کمونیستی به وجود اومد. حالا بله، در رده‌های پایین‌تر در جمهوری اسلامی مالکیت خصوصی رو به رسمیت می‌شناسند، ولی در این که اقتصاد کشور، هست و نیست مالی کشور و همه اینها افتاد در چنگ یک مشت غارتگر دزد اراذل و باش بی سواد که فقط و فقط راه پیشرفتشون هم در آدم فروشی و در جنایتکار بودن و در میزان خایمالیشون برای سیستم حاکمه، در این زمینه بسیار شباهت داره به وضعیتی که سرخا در دنیا به وجود آوردن. برای همین هم است که ما در جمهوری اسلامی دقیقا شاهد ایجاد اولیگارشی خوک ها هستیم، همونطوری که در مزرعه حیوانات جورج اورول ازش یاد کرد. یک مثال خیلی ساده رو میخوام بهتون بزنم. نگاهی کنید به ایران ناسیونال در زمان پادشاه و نگاهی کنید به ایران خودروی کنونی. در زمان پادشاه شادروان خیامی اومد و ایران ناسیونال رو پیش برد و اون هم برای زحمت کشید و تبدیل شد به یکی از صنایع پر افتخار کشور که پیشرو بود در خاورمیانه، در حداقل خاورمیانه در اون سالهایی که تازه به وجود اومده بود. اگر تا الان مونده بود الان چیزی بود در حد صنایع خودروسازی که در کره جنوبی و اینا شاهدش هستیم. بعد گرفتن اون بلا رو بر سر اون خانواده آوردن و هر چند وقت یه بار یه نفری چون فک و فامیل فلان مثلا دولت رئیس جمهور وقت هست میره رئیس اونجا میشه، خودش و هفت جداوارش بخور اون کارخونه هم تبدیل شده به ننگ صنعت ایران. این ایجاد محیط رانتی برای یک قشر اولیگارش بخشی از بهشت برابری تفکر چپ بوده و هست که یک اختلاف طبقاتی بسیار وحشتناکتر از هر اختلاف طبقاتی رو در دنیا به وجود آورده و میاره و اون هم این است که همه بدبخت، اکثریت بدبخت، یه گروه خاص فقط بابت خایمالی و پاچه‌خواری و وابستگی به خوک‌های حاکم اونا خوشبخت و گروه اولیگارش. این بهشت برابری است که عنوان میکنم و این رو به شما بگم، همین امروز هم در همین اپوزیسیون هم هر جا کلید واژه هایی به عنوان عدالت یا برابری شنیدید شک نکنید، به خصوص وقتی کلمه برابری رو شنیدید شک نکنید که مشتی خوک منتظرند تا فریبتون بدن، دندون تیز کردن تا بیان به قدرت برسن و جای خوکای حاکم رو بگیرن. فقط اولیگارشی تغییر کنه، از اولیگارشی خوکای حاکم تبدیل بشه به اولیگارشی حضرات. من متنفرم از شعار دادن، متنفرم از حرف پوپولیستی زدن، بنابراین یه حرفی رو خیلی رک اینجا میزنم، برام مهم نیستش که چه بازخوردی خواهد داشت. جایگاه انسان‌ها خوب یا بد، غلط یا درست در این کره خاکی با هم برابر نیست. جایگاه، دقت کنید چی دارم میگم، جایگاه انسان‌ها در این کره خاکی با هم برابر نیست. هر جا شعار برابری شنیدید بدونید جهنم در انتظاره، بدونید یک مشت کفتار دندون تیز کردند که
بیفتن به بخور بخور و به چاپ به چاپ. برابری در دو زمینه معنا داره. یک، برابری تمام انسان‌ها در یک کشور در برابر قانون، این یکه. دو، برابری امکان پیشرفت انسان‌ها. یعنی حکومتی که هرچه بیشتر خودشو نزدیک کنه به برابر بودن انسان‌ها در برابر قانون از یک طرف، و شرایط کشور رو، این بسیار مهمه، شرایط کشور رو به سمتی ببره که امکان پیشرفت برابر برای تک تک شهروندان کشور فراهم باشه، اون مفهوم درست برابریه. نه اینکه تو سر یه سری بخوای بزنی تحت عنوان اینکه تو باید پایین بمونی، حق بلند شدن، حق پرواز نداری، از اون طرف امکانات و مواهب رو در اختیار گروهی قرار بدی که خایمالتن، پاچه خارتن. حکومت درست حکومتی است که تلاش کنه شرایطی رو فراهم کنه که هر شهروند یک کشور اگر تحصیل کرد، اگر به یک تخصصی رسید، حالا ممکنه در بحث تحصیل هم نباشه، ممکنه افراد به حالت دیگه هم تخصصهایی پیدا کنند، به هر حال اگر خودش از خودش حرکتی نشون داد، اگر لیاقتی نشون داد، اگر تلاشی کرد، بتونه به بالاترین حد برسه. پس برابری در ایجاد امکان برابر برای پیشرفت مفهوم داره، نه اینکه شما با مشت از بالا بخوای بکوبی روی جامعه و اینطوری مثل قلتک بکشی که همه با هم برابر بشه قدشون. و البته این وسط اون کسانی که پاچه خارتن و یه مش عراض روبا و شیک، معمولا هم جز و بی سوادترین و نالایقترین و دوزارترین افرادن، بیان خودشون رو جدا کنند از اون جامعهی که زیر قلتک داره له میشه و بهترین امکانات رو هم به دست بیارن. اما یه مسئله رو هم من بگم، این مسئله هم بسیار مهمه. میخوام نگاهی داشته باشم به سرخای ایران، به 57 های سرخ ایران و حکومت شاهنشاهی پهلوی علیحضرت شاهنشاه آریامهر. من تاریخ رو، حقایقش رو خوندم، حقایقش رو هم به شما بازگو میکنم. و این مسئله از اونجا اهمیت داره که وقتی یه سری جنبه ها رو بهش نگاه بکنیم در بحث کمونیست های جهان، به این نتیجه میرسیم که در قیاس اونها با کمونیست های ایران، کمونیست های ایران تا چه حد کاریکاتور بودند و فاقد اصالت حتی نسبت به همون بحث کمونیسم. ببینید، من گفتم که چه جهنمی کمونیست های دنیا به پا کردند، اما چند جنبه رو باید در نظر گرفت. اولا یک، داس و چکش معنا داره. داسش نماد زارعین هست، چکشش نماد کارگران هست. شما مثلا در چین، مثلا در کوبا میبینید که تحولی که به وجود اومد، پشتیبانی که از سرخا شد، حالا کار ندارم بعدش به چه کثافتی خرب شد و اینا، حداقل اون اول قضیه، این پشتیبانی از سمت زارعین مثلا صورت گرفته. یعنی تو اون داس و چکش اون علامت داسه معنا پیدا میکنه. مثلا وقتی به اتحاد جماهیر شوروی نگاه میکنیم، اون چکشه در بحث ظهور بولشویک‌ها و پیروزیشون معنی داره، چون کارگران روس حمایت کردند از این قضیه. این یه جنبه داستان که این تو ذهنتون باشه. از طرف دیگه در برخی از تحولات کمونیستی در دنیا، یک رگه‌هایی از استقلال طلبی هم وجود داشته. اینم صحبت من نیست، کافیست کتاب ارزشمند شادروان استاد شجاع‌الدین شفا به نام جنایت و مکافات رو بخونید، حتما
پیشنهاد میکنم حتما بخونید. در بخشی در خصوص انقلاب‌ها در دنیا ایشون توضیحاتی میده در اون کتاب که فوق‌العاده شنیدنیه و درست هم هست. ببینید مثلا شما در حرکتی که در کوبا صورت گرفت یک رگه‌هایی از استقلال طلبی رو میتونید ببینید. در اتفاقی که در چین صورت گرفت میتوان رگه‌هایی از استقلال طلبی در مقابله با استعمار انگلیسی رو دید. در ویتنام اتفاقی که رخ داد میتوان رگه‌هایی از استقلال طلبی در مقابله با استعمار فرانسوی ها رو دید که حالا بعدش هم با آمریکا درگیر جنگ کشوری شدند و این مسائل و اینها. این رو هم بس در نظر بگیرید. یعنی این دو خصوصیت رو بالاخره داشته حرکت‌های کمونیستی، با وجود اینکه به فجایع ختم شد، با وجود تمام جهنمی که پا کردن، این چیزایی که گفتم. در ایران ما وقتی میگم کمونیست‌های ایران کاریکاتورن، از این جنبه هم دارم این صحبت رو مطرح میکنم. در ایران برخلاف اون داس و چکش، حضرات کمونیست یک مشت آدم مرفه طبقه متوسط شهری بودن که نه جزء گروه کارگران اون چکش و نه جزء گروه زارعین اون داس به حساب میومدن. دو طیف بودن، یکی یک مشت روش انفکر هپروت مرفه بیدرد طبقه متوسط شهری که کپی برداری میکردند از شعارهای سرخ در جهان برای اینکه جایگاهی برای خودشون به دست بیارن، برای اینکه ژستی عدالت طلبانه بگیرن، و عمدتا هم این روشن فکران سرخ ایران جزء طبقه شدیداً مرفه متوسط شهری بودن. سفرهای خارجیشون قطع نمی‌شد، بساط عرق و بنگ و نمیدونم حشیش شبانه‌شون به پا بود، بهترین زندگی‌ها رو داشتن، بهترین خونه‌ها رو داشتن، بهترین حقوق‌ها رو داشتن، بهترین همه اینا رو بهترین حالتش رو داشتن و فقط میخواستن یک جست و یک جایگاهی برای خودشون بسازن. از طرف دیگه یک مشت دانشجوی جوجه جوگیر تحت تأثیر تب سرخ جهانی قرار گرفته بودند که اونها هم آدمایی بودند که در مسیر پیشرفت بودند، دانشجو بودند در بهترین دانشگاه ایران و بعضن جهان، با پول دولت شاهنشاهی میرفتن در بهترین دانشگاه های دنیا تحصیل میکردن و اگر این جو و این بساط اینا نبود آینده بسیار موفق و مرفه و درستی هم داشتن. و این دو قشر، یعنی این جوجه دانشجوها و اون روشن فکران که حرامزاده تر از حرامزاده اون روشن فکرانن، آگاهانه بزرگترین خیانت ها رو کردن، اینها نتوانستند برخلاف تحولات سرخی که در دنیا پیش اومد، نه زارعین رو با خودشون همراه کنند، نه کارگران رو با خودشون همراه کنند. از طرف دیگه بحث استقلال طلبی هم یک کاریکاتور بود از سمت اینها، برای اینکه قهرمان استقلال طلبی در تاریخ ایران و بزرگترین مبارزان راه استقلال میهن پهلوی ها بودند. شما نمیتونید پهلوی ها رو مقایسه کنید مثلا با باتیستا در کوبا، نمیتونید مقایسه کنید با چین قبل از ما. قهرمانان مبارزه با استعمار در تاریخ ایران پهلوی ها بودند. ببینید هر پدیده‌ای در دنیا میتونه در شرایطی آثار مثبتی هم داشته باشه. برخی طرح‌های اقتصادی و طرح‌های اجتماعی سوسیالیسم اگر در چارچوب یک نظام کاپیتالیستی اجرا بشه
اثرات مثبتی میتونه هم بر اقتصاد داشته باشه هم بر جامعه، منتها به شرط اینکه در چارچوب یک نظام کاپیتالیستی اجرا بشه. شما وقتی مثلا به دهه 40 خورشیدی نگاه میکنید میبینید که صنعت خصوصی ایران داشت طلایی ترین دوران تاریخ خودش رو سپری میکرد که به نوعی اقتصاد دست راستی محسوب میشه. و جالبه در همون زمانی که ما عصر طلایی صنعت خصوصی رو داشتیم، قولهای بزرگ که بارها در این مورد صحبت کردم در برنامه مستعد جاویدان، امیر عباس و ویدا، از همهش تک به تکشون اسم آوردم و اینها، در همون زمان یک سری از نکات مثبت نوع نگاه سوسیالیستی در مسائل اقتصادی و اجتماعی هم همزمان و به موازاتش در همون عصر در همون زمان توسط شاهنشاه آریامهر طی انقلاب شکوهمند سفید شاه و ملت در جامعه اجرایی شد. یعنی شما در یک جامعه‌ای که داره صنعت خصوصیش طلایی ترین دورانش رو طی میکنه، در عین حال شاهد ایجاد سپاه بهداشتید، سپاه دانشید، سهم کردن کارگران در سود کارخانجاتید، ملی کردن آبها هستید، ملی کردن جنگل ها هستید، نمیدونم طرح تغذیه کودکان تا 2 سالگی و مادران شیرخوارگان هستید، تغذیه رایگان در مدارس هستید، بیمه همگانی کل کشور هستید، به صورت توامان داشت اجرایی میشون. شما وقتی همین امروز مثلا در جهان غرب نگاهی بیاندازید به مثلا کشورهای اسکاندیناوی، میبینید که خب اقتصاد سوسیال دموکراسی که مثلا در سوئد وجود داره یه مسئله مفیدی داره، یه معایبی داره. مسئله مفیدش اینه که واقعا در بحث مثلا درمان خب خیلی خوب عمل میکنن، یا مثلا حقوق بیکاریش فلان مسائل مفید رو داره، بیمه های اجتماعیش فلان مسائل مفید داره. مسائل منفیش این هست که این رو تقریبا همه هموطنانی که سوئد زندگی کردن میتونن تایید کنن و مطمئنم که تایید میکنن، این که سطح رشد رو جلوشو میگیره، نمیذاره قد آدم ها به این راحتی داره حدی بیشتر بالاتر بره، انقدر که مالیات ها سنگینه، انقدر که نه، یعنی شما هیچ وقت نمیتونید در سوئد بتونید پرواز کنید به لحاظ اقتصادی. خب این هم یه چیزیه که نقدهایی بهش وارد میکنن طرفداران اقتصاد دست راستی. به عنوان مثال در خود ایالات متحده آمریکا، حتی زمانی که دولتهایی به شدت دست راستی در بحث اقتصاد روی کار بودن، خب عنوان میشه که بهشتیست برای پرواز، اون نهایت پیشرفت رو میتونه هر کسی داشته باشه، اما در خود آمریکا هم معضلات و معایبی وجود داره برعکسش. مثلا این رو هم با هموطنانی که آمریکا زندگی میکنن میتونن تایید کنن که بحث درمانی در آمریکا مسئله و معضلیه تا یه حدی، و کمان که هر دفعه هم میبینید سر مسائلی مثل بحث درمان، بیمه های درمانی و اینها، درگیری های شدیدی از بین جمهوری خواهان و مثلا دموکرات ها. اگه یادتون باشه چه درگیری هم شده بود بین ترامپ و اوباما مثلا، حالا یه معضله برام. ببینید جالبه، در زمان پادشاه در ایران شاهنشاهی نه مشکلات جهان اقتصادی سوسیال دموکراسی به اون مفهوم وجود داشت، یعنی جای پیشرفت تا نهایتش وجود داشت، نه مشکلاتی مثل مشکل حتی آمریکای دست راستی در موقعی که دولت‌های دست راستی روی کار هستن. یعنی دقیقاً بالاترین نکات مثبت رو از هر دو تئوری و نظریه شاهنشاه آریامهر داشت در ایران اجرایی میکرد. یه ایرانی از روزی که به دنیا میاد تا روزی که از دنیا میره، این در واقع بیمه شده باشه در مقابل هر چیزی. هیچ اتفاقی نباید او رو از یه زندگی شرافتمندانه سالم خوشبختی محروم بکنه، بلکه به عکس. تمام اقدامات، تمام پیشبینی ها، تمام ابتکارات برای این است که یک فرد ایرانی یک فرد زنده خوشبختی باشه. یک چیز ایرانی نباید اشتباه بکنه،
موضوع فساد و دزدی با پول درآوردن از راه کار. اگر یک کسی کار کرد، زحمت کشید، پول درآورد، میلیاردر شد، به شرطی که مالیاتش به پردازه، این باید مورد علاقه هر کسی باشه. ولی نه اینکه ما بی خودی حسادت بکنیم به کسی که از راه صحیح و به اصطلاح جان کندن پول درآورده. پس چیکار میخواهید بکنن؟ برن یه مملکت دیگه مهاجرت بکنن، اونجا تازه از راه فعالیت شدید به جای برسن؟ خب چرا مملکت خودشون نکنن این کار؟ پس این دو موضوع رو کاملا از هم جدا بکنید. پول درآوردن از راه شرافت و کار و پرداخت مالیات، و اون فساد که خب البته دزدی و دغلی و هرزگی است. کما اینکه چند سال پیش من اینو گفتم، عدالت بعضی ها گفتن در ایران در این است که چون اون موقع میگفتن امیدی نیست که ایران به جای برسه، پس عدالت در بدبختی هم است، در بیچارگی هم است، در فقر هم است. حالا اسمش نمیارم که اینو گفته مرده. من میگم امروز عدالت در ایران در رفاه هم است، و وسائلی باید فراهم بکنیم که هر کسی که یه قدری غیرت داشت و یه قدری کار داشت به رفاه حتمی برسه. از اون بالاتر هر چی بیشتر گیرش اومد به قول معروف چه بهتر. درباره مسئله اصلاحات ارضی هم من یه برنامه کاملی در کانال یوتیوبم ساختم. ببینید دوستان، مسائل رو باید دقیق بررسی کرد. یک مسئله وحشتناکی در تاریخ جهان وجود داشته به عنوان فئودالیسم که به نوعی بربریت. مبارزه با فئودالیسم بخشی از رسیدن انسان به تمدنه، نابود کردن فئودالیسم بخشی از رسیدن انسان به تمدنه. اما اگر شما فئودالیسم رو از بین ببرید، در مقابلش مالکیت خصوصی رو لغو کنید، برای از بین بردن فئودالیسم میشه فاجعه‌ای که در چین رو روی داد. ما اومد چند ده میلیون چینی رو کش تحت طرح پرش بزرگ به جلوش، یا استالین در طرح مزارع اشتراکیش اومد چند ده میلیون روس رو کشت، قحطی رو در کشور به وجود آورد. اما شما وقتی به از بین رفتن نظام ارباب و رعیتی و فئودالیسم در ایران شاهنشاهی نگاه میکنید، میبینید شاهنشاه آریامهر نیومد مالکیت خصوصی رو از بین ببره، نه برای خان نه برای زاره، نیومد خانها رو فاقد مالکیتشون بکنه. تمام خانها خودشون همچنان جز پر املاک ترین افراد باقی موندن. اما نظام ارباب رعیتی از بین رفت و بخشی از اون ساختار وقتی در هم شکسته شد، بخشی از زمین های مالکین تحت عنوان مالکیت خصوصی اعطا شد به سایر زارعین، به سایر مردم. برای همین هم بود که تونست اون تحول بزرگ رو در ایران به وجود بیاره. هر چیزی هم که تا به حال درباره اصلاحات ارضی شنیدید رو من در اون برنامه پاسخ دادم، نه از زبان خودم، از زبان آمار، از زبان کارشناسان، و اینجا جاش نیست. موفق ترین طرح مقابله با بربریت فئودالیسم رو شاهنشاه آریامهر در ایران اجرا کرد. مشکلاتی هم داشت، در اون برنامه هم اشاره کردم، ولی قابل قیاس نبود با نوعی که فدرالیسم در جهان غرب از بین رفت، که با سالها جنگ و خونریزی تو هم بود، یا نوعی که فئودالیسم در جهان شرق توسط کمونیست‌ها از بین رفت که با از بین رفتن مالکیت خصوصی هم را بود و با کشتار و قحطی نمیدونم بزرگ و ده ها میلیون کشته هم راه شد. و اصلا دلیلی که نه زارعین نه کارگران نه پیوستن به این هپروت های قشر متوسط مرفع بیدرد بنگی سرخ ایران، این مسائل بود دیگه.
در بحث استقلال طلبی هم من خدمتتون عنوان کردم. ببینید رضا شاه بزرگ که اصلا کابوس استعمار تاریخی روس و انگلیس در ایران بود، شاهنشاه آریا مهرم ایستادگی که هم در مقابل زیادخواهی‌های بلوک شرق کرد و هم در مقابل زیادخواهی‌های بلوک غرب انجام داد، در تاریخ مثال زده نیست. بزرگترین ایستادگی رو روی منافع یک کشور در مقابله با زیادخواهی‌های کل جهان غرب شاهنشاه آریا مهر انجام داد. مگه شوخی بود؟ انریکو ماتئی رو کشتن که ایشون رو تهدید کنند یک قدم عقب نکشید سر جنگ بزرگ نفتیش در مقابله با بلوک غرب بر سر منافع ایران. اینا واقعیت هاست و یک مشابهت سازی های فیک مخالفین شاهنشاه آریا مهر انجام میدادند با نمونه هایی در جهان که ایشون رو بکوبن که به شورش ننگین خودشون وجهه استقلال طلبانه بدن. ببینید مثلا ما در آمریکای لاتین شاهد این هستیم که مثلا باتیستا واقعا مهره آمریکا بود. حالا اصلا من کاری نه به باتیستا دارم نه به حکومت که بعدش اومد، اینا واقعیت هاست. یا مثلا پینوشه کودتایی که بر علیه آلنده کرد یک کودتای صرف آمریکایی بود. حالا باز نه به پینوشه کار دارم نه به آلنده، من دارم واقعیت ها رو میگم. اومدند یک مشابهت سازی های فیکی کردن بین مثلا باتیستا با شاهنشاه آریا مهر یا پینوشه با شاهنشاه آریا مهر که هیچ ربطی به هم نداشتن. بعد اومدن مثلا ماجرای کودتای پینوشه رو ربط دادن به اتفاق بزرگ 28 مرداد در ایران. بله آمریکا برای مقابله با نفوذ کمونیسم در ایران در 28 مرداد حمایت کرد از مقابله با اون فتنه ای که نمیدونم اون مرتی که فاطمی و اینا به وجود آورده بودن و اون دار دسته مصدق و اینها. اما اولا کافیست برنامه من از 25 تا 28 مرداد چه پیش آمد رو ببینید. در اون برنامه بر اساس اسنادی که منتشر شده نشون داده میشه که شوخی اگر اسم این قضیه رو یک طرح آمریکایی بنامیم، همه اینها در اون برنامه توضیح داده شده، اسناد همه اونجا هست که بعدها که CIA در جنگ خلیج خوکا شکست خورد روزولت و اینها چقدر تلاش کردند که روزولت پرزیدنت رو نمیگم، روزولت مربوط به ماجرای 28 که چقدر تلاش کردن که نقش CIA رو در 28 مرداد پررنگ کنن برای اینکه آبروی ریخته شده شون در جنگ خلیج خوکا دوباره بازسازی بشه، برای اینکه دوباره بودجه بگیرن مسائل مختلف. همه اینها در اون برنامه هست، من اینجا نمیخوام واردش بشم. و اون چیزی هم که در ایران رخ داد کودتای مصدق بود بر علیه شاه و بر علیه قانون اساسی مشروطه و بر علیه قانون اساسی کشور در زمان شاهنشاه آریا مهر در 25 مرداد. این هم باز حرف من نیست، در همون برنامه برید ببینید. بابا دیگه مثلا عباس میلانی که مخالف پادشاهی رابطه خوبی هم با خاندان پهلوی نداره، این هم در اونجا بر اساس اسناد مطرح میکنه. حالا به هر حال اینا اومدن یک مشابهت سازی های فیکی انجام دادن که مثلا پادشاه رو در جایگاه یک مثلا رهبر آمریکای لاتین مثلا بنشونن، پادشاه رو در جایگاه مثلا یه آدم هایی که حالا واقعا به هر حالتی مهره کشورهای غربی بودن بشن، در صورتی که چنین نه، برعکس قضیه بود. یعنی دقیقا زمانی که پادشاه ایران داشت با تمام وجودش در مقابله با جهان غرب می جنگید برای منافع ایران، این آشغال ها، این کاریکاتور های سرخ چپ فارسی اومدن و اون بساط پروپاگانداشون رو به پا کردن.
ببینید هموطنان عزیز، یه نکته این که وقتی به دوران مبارزه داریم نگاه میکنیم، هممون یه سری حرفا رو شنیدیم. ما انقلاب نمی کنیم که یکی از اون سر دنیا برگرده بیاد شاه بشه. دوران ارباب رعیتی گذشته است. حالا خب اینا میدونید واقعا فراتر از بیسوادیه، فراتر از شعار زدگی. مثلا نظام ارباب رعیتی رو در تاریخ ایران چه کسی در هم شکست؟ همین یک سوال رو جواب بدن تذرات. چه کسی در تاریخ ایران نظام ارباب رعیتی رو از بین برد؟ این حالا اولا. بعدم این که ببینید، من یه چیز رو میخوام صادقانه بهتون بگم. دیدید مثلا وقتی درباره رضا شاه دوم صحبت میکنن، وقتی درباره ایشون حرف میزنن، میان میگن که ما هممون در یک جایگاه باید در کنار ایشون بشینیم، هممون دور یک میز، هر کی جایگاه و اندازه و حدش به اندازه دیگری مساوی و برابر باشه و نمیدونم با همدیگه تصمیم بگیریم و کار رو پیش ببریم. از این حرفا، همین زنک برده گلوبالیسم جهانی، همین زنک خونفروشی که درآمدش از رنج ملت ایران تأمین میشه، یعنی مسیح علی نژاد، اومد در همین مصاحبه آخرش در سعودی نشنال برگشت گفتش که چه معنی داره اگه بابای من مثلا اهل قومی کلا بوده، بابای فلانی یکی دیگه بوده، پس من مثلا بگم جایگاه من پایین تر از اونه، نمیدونم از این حرفا. ببینید من دارم صادقانه با اتون حرف میزنم. بترسید از عقده‌ای ها، بترسید از کسانی که عقده ثروت دارند، عقده قدرت دارند، عقده شهرت دارند و میخواند با شعارهایی مثل برابری بیفتند عقده های خودشون رو ارضا کنند و چنان بچاپند و چنان بخورند و چنان جهنمی بپا کنند که دومیش وجود نداره. من به عنوان یک انسانی که آدم مغروری هم هستم و خانواده‌ام هم خانواده درست حسابی بوده و در زندگیم هم تحصیلات عالی خودم رو داشتم، کار خودم رو داشتم، آدم غیر موفقی هم نبودم، یه واقعیتی رو دارم به شما میگم. جایگاه بنده شما و غیره با جایگاه رضا پهلوی برابر نیست. فکر میکنید برابره؟ بفرمایید درباره اسرائیل اظهار نظر بفرمایید. ببینیم مثل صحبتی که ایشون درباره مثلا جنگ حماس و اسرائیل میکنن در دنیا مورد توجه قرار میگیره یا خیر. به زور که نیست یه سری مسائل که رسانه های بزرگ جهان از هند و روسیه تا رسانه های غرب و آمریکا برای بنده صف میکشن که نظرات من رو بپرسند یا برای ایشون. چطور جایگاه ایشون با من میتونه برابر باشه؟ و اصلا چرا این حسادت وجود داره؟ چرا این عقده وجود داره؟ ایشون فرزند شاه ایرانه و در طول زندگیش هم دوره نظامیگریش رو گذرونده، دوره خلبانیش رو گذرونده، تحصیلات عالیه علوم سیاسیش رو داشته، آشناییتش رو فضای سیاسی داره، یه جایگاه خاص خودش رو داره. ببینید و یک تغییر بزرگ هم در یک کشور همیشه توسط افراد انجام میشه که جایگاه های خاص خودشون دارن. این حسادت و عقده از کجا میاد؟ من دیدم که یه صحبت درستی آقای صوفیا مهر، امین صوفیا مهر
درباره این بحث نوع برخورد شعار برابری درباره رضا شاه دوم مطرح کرد یه بار در یه برنامه، یادم از ایشون شنیدم، خیلی درست میگفت. میگفتش که ببینید جایگاه حقیقی و حقوقی با هم دیگه فرق میکنه. بله در برابر نمیدونم قانون، در برابر همه مسائل جایگاه برابر انسان‌ها اهمیت خاص خودشو داره. اما مثلا آقای صوفی عامر داشت در اون برنامه میگفت، مثال جالب زد، گفت منم دلم میخواست صدام مثل مثلا چه میدونم آندریا بوچلی بود. خب صدام مثل آندریا بوچلی نیست. این دلیل نمیشه که من به عنوان یک انسان بی ارزشتر از آندریا بوچلی هم که مثلا. و اینایی که با یک عقده و حسادتی نسبت به پهلوی سوم هی شعار برابری میدن، هی میگن جایگاه ما برابر، اینا نه تنها صد راه پیروزی هند برای اینکه یک حرکت بزرگ و یک تحول بزرگ در کشور و پیروز شدن یک انقلاب احتیاج به رهبرانی با جایگاه خاص و بالای خودشون داره، نه به دنبال پیروزی هند، نه از یه طرف دیگه اینا برای فردا ایران آدم های عادی هند، خطرناکن اینها. باور کنید وقتی عقده‌ای ها به قدرت رسیدند بلایی بر سر جامعه آوردند که دومی نداره. رضا شاه دوم فردی که نه عقده ثروت داره، نه عقده توجه داره، نه عقده شهرت داره، یک آدم اصیل جا افتاده بی عقده، واقعا عقده چیز دیگه نمیتونم بگم، بی شهوت قدرت و شهوت ثروت و این مسائله. و اینا هنوز به قدرت نرسیده دارن پاره میشن. ببینید آدم های عقده‌ای تشنه قدرت و ثروت وقتی به قدرت برسن بالاترین جنایت ها رو برای حفظ قدرتشون انجام میدن، بالاترین خیانت ها رو به مملکت انجام میدن. شما نگاه کن همین الان مسیح علی نژاد به عنوان یک نمونه، به عنوان یک مثال که هی هم میگه جایگاه من برابره با پهلوی سوم، جایگاه من برابره با پهلوی سوم، اینقدر عقده توجه و قدرت و اینا داره که صرفاً برای دیدار با مکرون قبول کرد زیر بار خواسته‌های هانری لوی بره. هانری لوی که تئوریسین تجزیه ایرانه، یعنی خودش رو به هانری لوی فروخت فقط برای اینکه بره با مکرون دیدار کنه. خب این جایگاهش برابر نیست با کسی که روزی که داشته راه رفتن رو در کاخ نیاوران یاد میگرفته مثلا برژنوف جلوش نشسته بوده، یا مثلا چه میدونم آیزنهاور جلوش نشسته بوده در کاخ نیاوران. ببین هموطن عزیز من، از آدم‌های عقده‌ای باید ترسید، از آدم‌هایی که با این شدت از حسادت فریاد برابری سر میدن واقعا باید ترسید. شما نگاه کنید، مقایسه کنید شاهنشاه آریامهری رو که فرد تشنه قدرت و ثروت نبود، وقتی مردم به اشتباه، به غلط، به هر دلیلی گفتن نمیخوایم، رفتن. مقایستشون کنید با عرازل اوباشی که قدرت بهشون رسیده در جمهوری اسلامی، یک مشت آشغال بیلیاقت. فردا ایران هم همینه. اینا مسائل مهمیه که واقعیت های این دنیاست. بس شعار، بس چرند. و من دیدم که مثلا جمهوری طلبان میان یه مزخرفاتی میگن، برای چی مردم مثلا بروند مالیات بدهند که یک نفر در کاخ زندگی کند؟ اولا اینکه حالا مثلا یک نفری در کاخ نیاوران زندگی میکرد، مثلا بهترین فرشم زیر پاش بود، بد بود، بعد مثلا کسی که در ظاهر قضیه
مثلا هی میگه من زادزیستم و نمیدونم زیلو زیر پامو و موکت زیر پامو و اینا، خامنه ای رو این حرفا رو در موردش میزنه، یعنی این پروپاگاندا رو داره دیگه. الان این خوب شد، از یه طرف میاد زیلو میندازه زیر پاش با دمپایی میگرده، از اون طرف تمام مملکت ایران رو چپاول کرده. بعدشم شما مجموعه خرجی که برای گردش سیاسی در مجموعه ساختار دولتی مثلا انگلستان میشه رو مقایسه کنید با خرجی که مثلا در ساختار سیاسی نظم سیاسی آمریکا میشه برای گردش دولت. در انگلستان یه خرجی مثلا بابت خانواده پادشاهی هست، در کنارش یه خرجی بابت انتخابات مثلا مجلسین، هر دو مجلس بریتانیا هست، و مثلا تغییر نخست وزیر و همه اینها. شما مجموعه این خرج رو به نسبت جمعیت و حجم اقتصاد انگلستان مقایسه کنید با خرجی که در مجموعه انتخابات مثلا سنا و کنگره و ریاست جمهوری آمریکا میشه در یک گردش سیاسی در جمهوری آمریکا. بعد اون موقع میفهمید دارید چرند میگید، دارید مزخرف میگید. بماند من آخرین بخش برنامه رو هم اجرا کنم و از حضور شما مرخص خواهم شد. در ابتدای برنامه من یه مسئله رو خدمت شما گفتم و با این عبارت برنامه رو آغاز کردم. گفتم که جریان چپ بین الملل میاد و با بیان یه سری مسائل ذهن آرمانگرا رو قلقلک میده و بعد ماهی خودش رو از این قضیه میگیره و برای راه حل رویا میفروشه. در حال حاضر که داریم با هم صحبت میکنیم شاهد این هستیم که چپ بین الملل در جهان غرب یک وضعیتی رو در دانشگاه به وجود آورده که مثلا تظاهرات گسترده دانشجویان غربی رو میبینیم در حمایت از آرمان نکبت فلسطین. من در این مورد متنی نوشتم، این متن رو برای شما میخونم و برنامه رو به پایان میرسونم. وقتی در گذر از نوجوانی به جوانی و میانسالی شخصیت انسان در حال شکل گیری است، معمولاً با موجودی طرف هستیم که ذاتی آرمانگرا دارد و نیازهای روحی چون تحسین شدن دارد که باید ارضا شود. جریان چپ جهانی استاد بازی روانی با چنین موجودی است، منتها فقط تا زمانی که به نفعش باشد. شیوه پروپاگاندایش نیز مشخص است، بیان مسائلی که روح آرمانگرا را قلقلک می‌دهد و سپس رویا فروشی برای حل آنها. به عنوان مثال آمریکای دهه‌های اخیر از لحاظ قانونی مشکل جدی به عنوان تبعیض نژادی ندارد، ولی وقتی سیاست اختزا کرد پس حادثه مرگ یک سیاه پوست به نام جورج فلوید چنان جوی به پا کردند چپ ها که گویی وضعیت مشابه زمان جنبش اصیل و درست مارتین لوتر کینگ فقید بر علیه تبعیض سیستماتیک و قانونی نژادی است. در نهایت از دخترکان و پسرکانی که لزوماً اطلاع درستی از مشکلات اصلی وقت آمریکا مثل تضعیف تدریجی آمریکای پیش رو نداشتند به عنوان سیاهی لشکر استفاده کردند. مشکل واقعی روز آمریکا اما جنگ بین دو جبهه بود، طیفی که میخواست آمریکا خرج اهداف گلوبالیسم شود و طیف دیگری که فهمیده بود مفهوم آمریکای پیشرو در حال تحلیل رفتن است و میخواست آمریکا خرج آمریکا شود. برای جوان دانشجویی که با مشکلات حقیقی زندگی دست و پنجه نرم نکرده، این که مثلا خروج از پیمان نفتا یا بازگرداندن خط تولید شرکت‌های غول صنعتی آمریکایی از چین و آمریکای لاتین و غیره با آمریکا چه تأثیری در آینده‌اش دارد، اهمیتش بسیار کمتر بود از قهرمان بودن در مبارزه فیک با
مسئله ای که دیگر حداقل به لحاظ قانونی نامسئله بود. او میخواست صرفا خودی نشان دهد و توسط اساتید و دوستانش تحسین شود. در زمینه حمایتشان از آرمان فلسطین هم فکر میکنید این دانشجوها مطلقا هیچ درکی از ذات آدم خوار اسلام فناتیک و حامیان مخوفشان دارند؟ خیر، نهایت برداشتشان از قضیه باز میگردد به دوستان مسلمانی که در مدرسه دیدند، یا آنچه به لحاظ تئوریک تحت عنوان بد بودن اسلاموفوبیا شنیدند. رویا هم که مشخص است، تصویرسازی تصوری و خیالی جان لنونی از جهان. داستان جایی تلخ می شود که اولا این شورشیان آرمانخواه کوچک نمی دانند نه تنها قهرمانانی واقعی نیستند، بلکه سیاهی لشکران صحنه‌گردان پروپاگاندایی هدفمند و طراحی شدند. دوما تصوری از ذات جنایتکار ارتجاع سرخ و سیاه جهانی و مارکسیسم فرهنگی ندارند. همینها اگر حتی یک روز تجربه جوانانی که در پراگ زیر زنجیر تانک‌های اتحاد جماهیر شوروی له شدند، یا جوانان قهرمان حقیقی که در ایران برای حداقل‌های تنفس و زندگی نرمال در خون پاک خیش غلتیدن داشتند، این چنین زوزه نمی‌کشید. اینها اصولاً درک درستی از خیر و شر ندارند. پاینده ایران برقرار با درفش سرنگ شیر و خورشید نشان، جاوید شاه. بدرود تا بعد.